سلام و صبح پنجشنبه همه شما بینندگان عزیز بامداد خوش بخیر. شمایی که در گوشه و کنار کشور و بیرون از کشور هستید، امید دارم هر کجا هستید و باشید همچنان خوش و خوشحال بوده و پنجشنبه را هم به خوشی و خوشحالی آغاز کرده باشید. در کنار خانواده هایتان با دلهای گرم بیننده دو ساعت برنامه بامداد خوش با من نجیب رحمان سمیر و جمعی از همکاران باشید. انشالله که همچنان صحتمند و سرحال بوده باشید و از داشته های امروز یعنی پنجشنبه برنامه بامداد خوش که در بخش درمانگاه دکتر صاحب احمد شکیب زهیر با ما خواهد بود در مورد سرطان صحبت میکنیم که فردا 4 فوریه روز جهانی سرطان هست. خواستیم یک اطلاع رسانی هم در این مورد داشته باشیم و دکتر صاحب در این بخش با ما خواهند بود و صحبت‌های خواهند داشت. استاد مجیب رحمان خپلواک استاد دانشگاه با ما خواهد بود، البته روانشناس که از در مورد اثرات روانی فروش کودکان در افغانستان صحبت میکنن و همچنان بخش اجتماعی هم داریم. استاد وحید الله واقف استاد دانشگاه در مورد شروع دانشگاه ها و نیاز جامعه ما صحبت میکنن. بخش جوانان هم داریم که فعال جوانان عبدالباسط شریفی با ما خواهند بود. در مورد ارتباطات که چقدر مهم است صحبت میکنیم. بخش چهره ها هم داریم، حالا که کی خواهد بود در بخش چهره ها منتظر باشید ببینید که مهمان بخش چهره های این هفته ما چه کسی هست. حتما کسی هست که شما هم میشناسینش و خیلی هم برنامه‌اش هم میبینین. بخش کافروشی هم داریم که حسین اکبر زرگر حت میده که دمی نزدیکی هست که انشالله خواهد رسید تا لحظات دیگه و ورزشگاه هم داریم که قیسیان آبی با مهمانش خواهند آمد و صحبت های خواهند داشت و فراموش ما نشه که سوشال میدیا هم داریم. در بخش سوشال میدیا صدف جان تازه های سوشال میدیا را خدمت شما اینجا تقدیم خواهد کرد. امیدوارم تا پایان بیننده و شنونده باشین. اما از خبرهایی که از دیروز بعد از برنامه بامداد اتفاق افتاد تا امروز صبح که خدمت شما تقدیم میکنیم، مهمترینش هم خبر از سالنگ ها است که از برفباری که دیروز صبح شروع شد تا ساعت 4 عصر هم دوام داشت و خبری که تر ساعت 11 شب به دسترس ما هم قرار گرفت که طوفان شدید و برفباری شدید باعث شد که در سالنگ ها از ساعت 4 عصر را مسدود شوه و عبور مرور دیگه به سختی انجامید که عبور مرور دروازه سالنگ ها دیگه بر ترتیبش بسته است بر روی ترافیک و به خاطر جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی از اهمی خاطر موقتا مسدود شده. حالی که تا فعلا باز نشده و خبر تازی هم در دسترس نیست، من هم منتظر بودم که خبر جدیدی به اما معلوم میشه که تا فعلا هم باز نشده سالنگ ها. و اگر شما میخواین که از این مسیر برین حداقل چند ساعت منتظر باشین منتظر خبرها، یا هم تا بالا اگر حرکت نکرد امروز هم بگذارین برای فردا، یک روز دیگه هم تعطیل بکنین و فردا حرکت بکنین به خیر و سلامت. و امید دارم که همچنان سلامت و سرحال باشید. یه بود از خبرهای سالنگ ها. خبر دیگه هم از مقام های محلی در ولایت سمنگان گفتن که در اثر یک حادثه ترافیکی 3 تن در شهر ایبک این ولایت جان باختن و 3 تن دیگر هم زخمی شدن. تصویرش آماده نیست هنوز، اما خدا یار جانم و دریورا که چه قسم دریوری میکنن. اما در قدیما میگفتن و بعضی دوستا فیلن هم میگن که کسی که کارهای بسیار خوب را انجام نمیدن زشت انجام میتن، میگه روی خدا را بیبی کمی درست نمیر انجام بده. ما میگم که دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است. کمی آهسته دریوری بکنین، کمی آهسته تر برین، کمی ناوقتر برسین، چی مشکل داره؟ اگر ناوقتر برسین کفر نمیشه و حداقل خو صحیح و سلامت میرسین. این خیلی مهم است. تصویرش آماده نیست الا شما میدید هموطنان عزیز که موتر فکر میکردی که شاید دیده باشین ما که قوطی پیپسی را که ما هم تو پچق بکنیم و چی میگن مثل یک توپ میشه، موتر همین شکل به خود گرفته بود و این مهم است که شما این نکته را مد نظر داشته باشین. اگر دریور متوجه نشه شما برش بگین کمی آهسته‌تر، لطفا آهسته‌تر، تیز نرین، سرعت نرین، نیاز نیست، ضرورت نیست و نباید هم چنین باشه که متاسفانه این حادثات عواقب بسیار وخیمی را هم در قبال داره. به هر ترتیبش از پوهنتون ها هم گفتیم که آغاز مجدد دانشگاه ها در ولایت های گرمسیر که ننگرهار و کندهار هم از جمله ولایت های گرمسیر است که دانشگاه دریجه هم مجددا باز شد و یعنی روز چهارشنبه 2 فوریه دیروز باز شد و دانشجویان دختر هم نیز در صنوف درسی حضور داشتن، اما گفته میشه که حضورشان کم رنگ بوده، ولی به هر ترتیبش حضور یافتن و دانشگاه ها بر روی دختر خانم ها هم باز است که میتونن به خاطر ادامه تحصیلاتشان حتما به دانشگاه برن و درس های خود را هم آغاز بکنن.
ما هم از غیر حاضرین میخواهیم که به صنفای خود حاضر شوند، خصوصا دختر خانم ها که درسای خود را از سر بگیرند. البته مقصدم دانشگاه های دولتی است، خصوصی که باید هم باشند. بر ترتیبش بر بنیاد فیصله تازه امارت اسلامی افغانستان نیروهای امنیتی نمیتونن پس از ای با جنگ افزار و لباسهای نظامی در اماکن تفریحی حضور پیدا کنند. یعنی یکی از کارمندان امارت اسلامی که یکی از ارتش یا هم سربازا نمیتونه در اماکن تفریحی با اسلحه خود یا هم لباس نظامی برتن داشته باشه، برای و باعث با چهرهش یا یعنی مقصد با این لباسش و با این اسلحهش ترس را در وجود کسایی که به خاطر تفریح آمدن ایجاد بکنه. و این نکته هم خیلی مهم است و یک خبر خوبی است که پس از این نباید حضور پیدا کنن. بر ترتیبش در اماکن تفریح حتما افراد امنیتی وجود داره در دروازه هاش که من فکر نمی کنم نیاز هم باشه که اونا با لباس نظامیشان و یونیفرم نظامی و جنگ افزارشان در پارک های تفریحی و هم اماکن تفریحی در کل حضور پیدا کنن. و خبر دیگه هم از استرالیا هست که یک آتش سوزی در جنگل پرت که چهارمین شهر بزرگ استرالیا است رخ داده و بیش از 100 هکتار جنگل را از بین برده. که آتش سوزی هم خیلی قوی بود و 100 هکتار زمین هم خیلی زیاد است، کمی هم نیست. به ترتیبش از سرطان گفتم در اول که فردا 4 فوریه روز جهانی سرطان هست. تقریبا 65% مرگ میر ناشی از سرطان هم در کشورهای کمتر توسعه یافته یا هم کشورهای جهان سوم اتفاق میفته. عدالت وجود نداره در باب توجه به افرادی که اینا سرطان دارن، چون بیشتر بهشان توجه نمیگیره. حتی در کشورهای توسعه یافته هم چنین هست که توجه صورت نمیگیره. و دسترسی عادلانه به پیشگیری از سرطان میتونه که جان هزارها انسان را نجات بده. و آماری که از سال 2021 پیش ما هست، حدود 1,898,160 نفر به سرطان مبتلا شدن و بیشتر هم سرطان پستان هست در خانما که گفته میشه که پس از سالهای 1975 هم رو به افزایش هست. و سرطانهای دیگه همچنان، خصوصا سرطان تومور مغزی و سیستم عصبی که گفته میشه که شایع‌ترین نوع سرطان است که در کودکان نوجوانان هست که به دلایل نامشخص ای هم در این سالهای اخیر، یعنی در چند دهه اخیر رو به افزایش است در میان گروه سنی 15 تا 19 سال رو به افزایش است. بیشتر توجه داشته باشیم، باورهای غلط هم وجود داره که در باب سرطان، که مثلا میگن کسی که سرطان گرفت او دیگه عمرش به پایین رسیده، خلاص است میمیره. ما شاهد بودیم بارها و بارها که افراد زیادی که سرطان داشتن با تداوی معالجهشان و با پیشگیری که کردن کاملا صحتمند شدن، حتی چنان صحتمند شدن که از من و شما حق کرده هم خیلی صحتمند معلوم میشدن. به هر ترتیبش پیشگیری باید صورت بگیره، راه درمان داره و درمان هم میشه. اما بحثی است که بیشتر در مورد سرطان باید بدانیم و بفهمیم که سرطان چنوه یک مریضی هست و در کدام بخش ها بیشتر افراد سر دچار میشن و مبتلا میشن. با دانستنش ما مطمئن هستم که میتونیم پیشگیری هم بکنیم و در کشورها هم اگر پیشگیری عادلانه صورت بگیره، خصوصا در کشورهای کم توسعه یافته مثل افغانستان، بیشتر آمار مرگ و میرش هم پایین خواهد آمد انشاءالله. این هم بود از خبرهای مهم که خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم. حالا یک وقفه کوتاه در ادامه بامداد خوش بخش جوانان همراه ما باشید. سلام مجدد، شما را همچنان خوش آمد میگم و بخش جوانان هست. عبدالباسط شریفی فعال جوانان را به خود داریم، صحبت میکنیم در مورد ارتباطات و چگونگی برقرار کردن ارتباطات. صبح بخیر عبدالباسط، خوش آمدی. سلام، صبح شما بخیر، صبح بیننده ها بخیر. خیلی خوشحال هستم که امروز در برنامه شما حضور دارم. خیلی تشکر. عبدالباسط، خوب است یک تعریف داشته باشیم از ارتباطات. خیلی سوال عالی، جا داره که تکرار کنم خیلی خوشحال هستم که امروز در کنار شما هستم. شما افتخار هستین. شکر. بوده گاهگاه ما معلومات دانشگاهی داشتیم در مورد ارتباطات یا معلومات سرسری، فرستنده پیام باشه، مجرای انتقال دهنده پیام باشه، برعکس گیرنده باشه، این میشه ارتباطات تمام یا درست. اما میخوایم چند تا مؤلفه را بگویم که دوستا را کمک کنه یا مفهوم ارتباطات را بتونه ارائه کنه به دوستا. این است که یک نوع ارتباطات خودی است.
یعنی ارتباط برقرار کردن با خود ما، خود خود ما. من زیاد تاکید دارم در این نوع ارتباطات، چرا که تا زمان ما با خود ما درست ارتباط برقرار کردن نتونیم، هیچ وقت ارتباط درست با دیگرا برقرار کردن نمیتونیم. در بخش مشکل داریم سوال کنیم، بخوایم نخوایم، ذهن ما بر ما جواب میده. این ذهن یا تجربه کرده یا مطالعه کرده، هیچ گاهی بر ما ذهن ما چوب نمیمونه، همیشه وقت بر ما با چیزای گفتن داره. خب در بخشی که مشکل داریم سوال کنیم، حلش میکنه بر ما. گاهی دیگه نیاز نیست که ما بریم از آدمای دیگه یاد بگیریم، نیاز از پیش خود ما حرف بزنیم، در ارتباط خود ما بگیم، در ارتباطات خودی ما. این خیلی کمک کننده است. ارتباطات فردی یا یک در یکم برش میگن، پیش از یک برنامه آغاز شد من ارتباط برقرار کردم با شما، من به انتقال دادم با شما، شما برعکس بر من انتقال دادین، من گیرنده شدم یک بار، پس من به انتقال دهنده شدم. این ارتباطات فردی است یا یک در یک. ارتباطات گروهی یا یک در چند هم برش میگن، ارتباطات یک در چند، یعنی همین لحظه ما و شما ارتباط برقرار کردیم با دوستایی که پشت پرده تلویزیون خود نشستن و ما شما را میبینن. من منبع انتقال میتونم، رسانه شما، تلویزیون شما مجرا انتقال دهنده پیام ما به دوستاست و دوستایی که پشت پرده تلویزیون خود نشستن ما را میبینن. این ارتباطات، ارتباطات گروهی، ارتباطات ارادی و غیر ارادی. ارادیش به دست خود ما بوده، من که در برنامه می آمدم پیش از پیش میفهمیدم که من برنامه دارم فردا، من در ذهن خود برنامه ریزی کرده بودم. خب بالاخره میفهمیدم این در اراده خودم بود که سبب من با رسانه شما ارتباط برقرار میکنم. یک نوع ارتباطات دیگه غیر ارادی در اراده خود ما نیست دیگه. من همین صبح که می آمدم به طرف برنامه، حتما برنامه ریزی نکرده بودم که فلان دوستم من امروز باید ببینم، دیدم خوب امروش ارتباط برقرار کردم، این غیر ارادی شد. این چند نوع ارتباطات مؤلف شده یا قبول شده که طبق اینمی ارتباطات خود ما بخش بندی کنیم و تعریف کنیم ازش. پس چگونه یک فرد باشیم که خوب ارتباطات را برقرار میکنیم؟ خیلی وقت محدود است، یعنی در دقیقه نمیشه تمام ارتباطات ما با دوستا تشریح کنم و بفهمانم، چون بحث ارتباطات خیلی بحث بزرگ است. اگر بزرگ نمی بود آدم ها 4 سال نمی رفتن ژورنالیسم یا ارتباطات نمی خواندن. خیلی بحث بزرگ است. همه چیزها انتقال میتون برشان کمک کننده باشه. قدرت بیان داشته باشیم. ما زیاد در مورد بیان حرف نمیزنم چون برنامه قبلی در مورد حرف زدیم، فقط هم که میگویم با اعتماد به نفس حرف بزنیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، موقعیت ها را بشناسیم. خب طبق موقعیت ها حرف بزنیم و گاه گاهی نیاز است با سکوت ما حرف بزنیم. این خیلی کمک ما میکنه در ارتباطات ما. بعد از این یک اصل دیگه که ما را در ارتباطات ما خیلی کمک میکنه، انگیزه دهنده خوبی باشیم. آدما آدمایی را دوست دارن یا در کنار آدمای بیشتر خوش هستن که بر از وا ده ایدههایشان، ده خواستههایشان کمکشان میکنه، روزه حمایتشان میکنه، تشویقشان میکنه و انگیزه برشان پخش میکنه تا او حرکت کنن و یک جای برسن. این خیلی کمک ما میکنه در ارتباطات. یک مؤلف دیگه یا اصل دیگه را که ما میخوایم بگویم در ارتباطات خیلی کمک ما میکنه، گوش کننده خوبه باشیم. در ارتباطات با دوست ما هستیم، با خانواده ما هستیم، روابط همکاری است یا گهگاه اولین مرحله هیچ قضیه گوش کردن ها شروع شده، آغازش می بوده. هر آدم گوش میکنه، اما آدمای کمی هستن که ماهرانه گوش میکنن. ماهرانه گوش کردن بلد شویم، یاد بگیریم. یک مجری موفق مثل شما، آدما خیلی خیلی دوست دارن در کنارشون باشن، امروشون ارتباط برقرار کنن. چرا؟ چون سوال میکنم، برعکس اونمو قدر عمیقا گوش میکنه حرفای ما رو که ما دوست داریم برش حرف بزنیم و ارتباط برقرار کنیم. این 3 تا اصل خیلی در ارتباطات ما کمک میکنه. در زمانی که گوش میکنیم زیاد اخم نکنیم، قهر نباشیم، دستای خود زیاد بسته نگیریم، حالت عادی باشیم، تبسم بر لب داشته باشیم، پیشانی ترش نباشیم، زیاد پیشانی ترشی نکنیم، تبسم بر لب داشته باشیم و همین رقم به طرف همو آدم نگاه کنیم که امروش حرف میزنیم و او برای ما حرف میزنیم و ما گوش میکنیم، بر طرف دیگه نگاه نکنیم. خیلی کمک ما میکنیم. البته حتما اشتباهاتی است که در ارتباطات انجام میتیم که امو ارتباطات ما را یا محو و نابود میکنه، از بین میبره، یا هم خدشه‌دار میسازه. پس کدام اشتباهات را انجام نتیم؟ یا هم تو بگیم که هیچ اشتباه نمیخوایم انجام بدیم، کدام موارد اشتباه هست که نباید انجام بدیم؟ تکرار کنم باز که وقت خیلی محدود است، من باید تستید گپای خود تمام کنم. مشکل نداره، فرصت داریم، فرصت داریم. اما ما افغانه میفهمیم مشکل ما چی بوده. ارتباطات ما را، خواسته های ما را، هدف ما را رفتیم از هر چیز و هر کس یاد گرفتیم. امروزا یک عالم صفحات اجتماعی است، خیلی صفحات اجتماعی است، نه
نیم منابعی که در صفحات اجتماعی گذاشته شده موثق نیست، واقعی نیست، مدار اعتبار نیست. ما رفتیم روابط خود، خواسته‌های خود از اونمو از اونمو ترمنشه گرفتیم، الگو گرفتیم، از اونها یاد گرفتیم. در ارتباطات ما خیلی از وقتا ناکام شدیم. بعد از امروز من میگم از هر چیز و هر کس یاد نگیرین، یک رای جدیدی را امتحان کنین، خودتان امتحان کنین. اگر رای جدید امتحان نمیشد، امروز دیگه برق کشف نمیشد. باید رای جدیدی را در ارتباطات ما، هر چیزی که از هر بخش از زندگی ما رای جدیدی را تجربه کنیم. بعد از امروز از او دوست ما پرسان نکنیم که من ارتباطات چگونه داشته باشم، که خود او دوست ما درست ارتباط برقرار کردن بلد نیست. ما میریم از کسایی پرسان میکنیم، خودشان هنوز ارتباط برقرار کردن بلد نیست. نامدیم ایتو یک برنامه رو ندیدیم در باره ارتباطات یا هر بخش دیگه که بوده، نرفتیم دو تا کتاب نخوندیم، مطالعه نکردیم، رفتیم در صفحات اجتماعی که نیم منابعش دیگه کمک کننده نیست برای ما. بعد از امروز ارتباطات خود ایگونه نسازیم، این مشکل نداشته باشیم. و یک مشکل دیگه که ما همیشه تکرار کردیم با دوستا، باز امروز تکرار میکنم، که تا زمانی که از دوره سلف لاف یا اون عشق خودی نگذاشتیم، بعد از امروز عاشق نشیم، چون به ضرر ما تمام میشه. آدمی که خودش با تمام معنا دوست داشته نتونه، آیا آدمای دیگه که در دوره برش از صورت دوست داشته میتونه؟ نمیتونه. حتی گاهی در روابط هستیم، روابط دوستانه، هر روابطی که بوده، اگر از ما سوال میشه خودت دوست داری یا مرا، ما باید خود ما را قبول کنیم. برعکس طرف مقابل به این ده برسانیم، به این باور برسانیم که اگر روز ما از او سوال کنیم تو خودت دوست داری یا مرا، او خودش قبول کنه. پس این مشکل نداشته باشیم. و یک مشکل دیگه که اکثریت آدم ها در ارتباطات دارن، زود وابسته میشن. وابسته به هیچ چیز هیچ کس نشین. وابسته که به کس شویم، بخنده دیگه میخندیم، گریه کنه گریه میکنیم، راه بره راه میریم، حتی پیشرفت کنه پیشرفت میکنیم، اگر نکنه دیگه نمیکنیم. مگر ما آدم ها گودی هستیم که اگر آدم دیگه بیای ما را کنترل کنه، یا ربات هستیم، مثل یک ربات دیگه. اگر وقت وابسته شویم، مثل یک ربات میشیم که تمام صلاحیت در دست ماست، در دست یک آدم دیگه است. مثل یک موبایل که ما هر کاری که بخوایم انجام داده میتونیم امروش، گوش به فرمان ماست. بس وابسته شویم به می رقم یک حالت میمونه. من میگم بعد از امروز وابسته نشیم، وابسته نشیم. یک مثال خیلی کوتاه در این بخش داشته باشم خوب است. وابستگی به این میمونه که ما سلاح را پر از مرمی کنیم، به طرف مقابل خود بتیم و هر لحظه او را قرب سازیم که به طرف ما شلیک کنه، و از ما توقع داشته باشیم به طرف ما شلیک نمیکنه. وابستگی به این تو یک چیز میمونه. وابسته به هیچ چیز و هیچ کس نشیم. او چیز نباشه ما نیستیم، او کس نباشه ما نیستیم. بعد از امروز وابسته نشیم تا زمانی که از دوره سلف لاف یا عشق خودی نگذاشتیم، عاشق نشیم و از هر چیز و هر کس دیگه یاد نگیریم. اشتباهات است که نباید در ارتباطات انجامش بدیم. خیلی ممنون و تشکر. و مهمی است که در ارتباطات ما بیشتر از خود به دیگران احترام بگذاریم. چقدر مهم است؟ خیلی مهم است. آدمی که با آدمای دیگه احترام نگذاره، آیا میتونه ارتباط برقرار کنه خوب باشه؟ نمیتونه، چون آدم ها دیگه دوست نمیداشته باشن، خوب به من احترام نمیکنه، چرا من با این ارتباط برقرار کنم؟ عبدالباسط، وقتی که به هدف خاص یک کسی ارتباط برقرار میکنه، آیا این کار خوب است؟ مثلا یک کسی یک هدف داره، فقط به خاطر اون هدف خود ارتباط برقرار میکنه و دیگه هدفش که برآورده شد دیگه کنار میگذاره، او فرد را هم و این رابطه را که برقرار کرده بود هم. نه خوب نیست. اما در یک تحقیقات که ثابت شده که ارتباطات ما باید بعد از امروز قسمی باشه که هم به نفع ما تمام شه و هم به نفع طرف ما. یعنی در ارتباطات ما باید ما هم طرف ما را کمک کرده بتونیم، هم طرف ما به ما کمک کرده بتونه. اگر ایتو یک رابطه نباشه، ایتو یک ارتباطات ما نداشته باشیم، هیچ ارتباط خوب نیست به نظر من. خیلی تشکر و داخل هم پیامت میگیریم. شما سلامت باشین. تشکر بابتی که مرا در برنامه خوبتون دعوت کردین. من کدام کمره صحبت کنم؟ فکر کنم کمره خودت همی است. همین کمره صحبت کنم خوب است. یا شما موفق میشین یا میشینین موفقیت دیگران را نگاه میکنین. در رای بدوان بدوان زندگیتان اوقدر با سرعت بدوین، در مقابلش اوقدر قدمایتان را باوش بمانین که صدای قدمایتان را نشنوند. روزی که به اونمو خواسته ایتان یا هدفتان رسیدین، براتان میگن هی والله توی قدر رشد کردی. او روز دیگه نیاز نیست که یک عالم سر و صدا ایجاد کنیم که من موفق هستم. موفقیت خودش یک عالم سر و صدا ایجاد میکنه. دوستتان دارم، متوجه خودتان باشین.
موفق باشی. تشکر باسو جان. سلامت زنده باشی. تشکر. وقفه داریم و در ادامه برنامه همراه ما باشی. سلام مجدد. صبح سحر خیزان بخیر. بخش اجتماعی هستم. استاد وحید الله واقف استاد دانشگاه را با خود داریم و صحبت میکنیم در مورد شروع مجدد دانشگاه ها و نیاز جامعه ما. صبحتان بخیر استاد. خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. سلام عرض ادب حضور شما و حضور تمام بیننده های معزز عزیز که امشب ما و شما را از این برنامه بامداد خوش تماشا میکنند. خیلی تشکر استاد. سلامت. استاد چقدر جامعه ما نیاز داره و نیاز داشت به شروع مجدد دانشگاه ها، یعنی تمام دانشگاه ها؟ خب ببینین، وقتی که ما و شما بحث اجتماع یا جامعه را مطرح میسازیم، دولت ها بنیاد یا اساس یک جامعه مدرن نظام تحصیلش تشکیل میده. یعنی اگر ما و شما ای را از لحاظ طبی از بود یک دکتر بسنجیم، نهادهای تحصیلی و علمی یک کشور مبنا و اساس جامعه را طوری تشکیل میدهند، یعنی مثل قلب که خون به تمام جریان یا به تمام رگ های بدن پمپ میکنه، اگر لحظه قلب انسان ایست داشته باشه دیگه زندگی تمام میشه. به این شکل نهادهای تحصیلی در یک کشور حیثیت قلب و کشور داره. اگر ما بخوایم به اوج یا به سکوی قله های موفقیت و پیشرفت برسیم، جز راهی که ما این اهداف خود بتونیم به دست بیاریم از طریق نهادهای تحصیلی و تربیه کادرهای مسلکی و علمی دیگر راهی وجود نداره. یعنی حیثیت نظام تحصیلی در یک جامعه و در رشد شگوفایی و ترقی جامعه مبنای از این قرار میگیره که دولت بخواه به اوج قله موفقیت برسه و بخواه که امو رشد سریع صنعتی، اقتصادی، اجتماعی داشته باشه، جز ای اهداف خود را که از طریق دانشگاه ها با تربیه کادرهای متخصص و متعهد و با تربیه نسل جوان بتانه به آرزوهای خود برسه دیگر راهی وجود نداره. اگر عکسی قضیه باشه، یعنی دانشگاه ها نیاز هست و شروع هم نشه در یک کشور، ببینید ما پیشتر گفتم وقتی که اگر عکس قضیه را ما در نظر میگیریم، ما جامعه داریم در حقیقت که مردهای متحرکی هستیم که در روی زمین را میریم. یعنی قلب ما ایست، یعنی ایستاده است، ولی ما را میریم. هنوزم نیاز یک جامعه ما اشد نیاز همون طوره که خود انسان یک انسان زنده به قلب نیاز داره که تایی که خونه به تمام رگ ها پمپ کنه. یک جامعه زنده، یک جامعه مرفه و یک جامعه که بخواه و بتوانه نیازمندی های امو اجتماع خود یا ملت خود مرفوع بسازه، باید نهادهای تحصیلی از او یک لحظه هم از تحصیل عقب نمانه. اگر ما فرزن از لحاظ آمار ریاضیکی را بسنجیم، یک لحظه که نهاد تحصیلی ایست یا متوقف می باشه، ما نمیتوانیم در طول 50 یا 100 سال ایره جبران داشته باشیم، چون نهادهای تحصیلی نهادهای علمی تحقیقی هستند. دنیای مدرن امروز، جهان اول، تمام نیازمندی های خود را از سکتور تحصیلی خود به دست میارن. یعنی ببینید دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا امی کرونا یا امی اپیدمی بسیار جدی که در قرن 21 در دنیا واقع شد، ایره تحقیق کردن، واکسنی که بر از این پیدا کردن، ایره از طریق همون تحقیقات علمی دانشگاهی را به دست آوردن. یعنی یک نهاد دیگه ایره به دست نیاورد. وقتی ما بخوایم که رشد و ترقی داشته باشیم، یعنی به اهداف و آمال و آرزوهای یک دولت مدرن، یک دولت مدینه فاضله برسیم، جزی که دانشگاه های ما به کار خود ادامه داده بتانن و این سکتور ما بتانیم به موارد علمی، یعنی به تکنولوژی عصر مدرن ما ای را آراسته نسازیم و ای را ما یک لحظه هم بخوایم متوقف بسازیم، در حقیقت ما مرده های متحرک هستیم که یک جامعه عقب مانده میشیم که در قرنه ها هم نمیتانیم جبران بسازیم. یعنی ما وقتی بخوایم امی توقف یک لحظه ای، یک سالی، یک سمستری دانشگاه را جبران بسازیم، بر ما بسیار گران تمام میشه تا ای بتانیم ایره ما جبران کنیم. از اهمیت حضور دختران هم بر ما بگین استاد، که در کنار پسران مهم نیست که چه شکل باشه، چه صنف جداگانه باشه، چی هم فاصله داشته باشن، به هر ترتیب حضورشان چقدر مهم هست. خب ببینید از قشر جامعه رو تشکیل میده. اگر ما و شما یک نظر بیاندازیم به دورنمای تعلیم و تحصیل در اسلام و همین شکل قبل از اون،
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می بر ما شما به صراحت بیان میکنه، میگه اطلب العلم من المهد الی اللحد، یعنی ایره می رسانه که انسان لحظه ایم از تحصیل به دور نگه داشته نشه. میگه شما از گهواره تا گور چی کنین؟ بیاموزین. چون وقتی که انسان به خداگاهی نرسه خدا را هم شناخته نمیتونه. همین شکل وقتی که ما میگیم نیاز تعلیم، به همین شکل حدیث دیگه است که پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، یعنی علم طلب یا آگاهی یا دانستن علم فرض است برای هر زن و مرد مسلمان. البته این علما باز میان بس میکنن که در قدم نخست علوم فرائض یعنی علوم دینی فرض است، ولی باز در قدم بعدی بعد برد تخصصی، یعنی در علمی که در نیازمندی های اجتماعی است. در بحث دخترها، اگر ما شما فرض به بگیریم یک مادری در یک خانواده تحصیل کرده میباشه، یک مادری که خودش فهم و آگاهی داره یعنی سواد داره، خوبتر میتونه اولاد خود تربیه سالم بکنه، یعنی میتونه که خوبتر برای طفل خود تقسیم اوقات بسازه، برای زی اوقات بازی از ایران مشخص بسازه و برای زی اوقات درس خواندن از ایران و مدیریت سالم ایجاد کنه. یعنی نیاز یک جامعه همه قدره که به قشر ذکور تحصیل کرده است، به ایناس هم ما نیاز داریم. فرض اگر ما مطلق نفی تحصیل برای خانم ها بکنیم، ببینین اگر ما دکتر زن نداشته باشیم، نیازهای طبی خانم ها را کی میتونه مرفوع بسازه؟ به این شکل در سایر عرصه ها وقتی که ما میگیم زن نیمی از پیکر جامعه است، به این عنوان که یعنی زن مکمل مرد است در از لحاظ تحصیل، هم زمانی که جامعه ما بخوایم به یک جامعه ایدال یا به مدینه فاضله که ما تعریف میکنیم برسیم، خب این که بود از اینه که دولت جدید ما شما میخواد که موانع وجود داشته باشه یا اینکه فاصله رعایت شه، مشکل نیست، چون نظام ها هر نظامی که می یک اهداف یک پلان خود داره. ولی اگر ما خدای ناخواسته مطلقا نفی کنیم که دختران نمیتونن درس بخونن، این جفای بزرگ در حق علم در حق بشریت است. یعنی ما یک نسل را خاموش میسازیم و این باعث از این میشه که ما عقبگرد داشته باشیم. خدای ناخواسته وقتی که در یک فامیل یک خانم یا یک دختر باسواد میباشه، او میتونه از عهده همه کارها برایه و مو نسل بعدی ما شما را مو اطفال و خانواده را میتونه به شکل احسن از او چی کنه؟ تربیه کنه و در رشد شگوفایی جامعه مو سهمی را که داره به طور بسیار تو به طور احسنش انجام بده. استاد در مورد پیشرفت جامعه هم بر ما بگوین که آیا میتونه من بیش دانشگاه ها باشم؟ ببینین دانشگاه ها وقتی که ما شما بس از نادا علمی میسازیم در دنیای دیگه، من قبلا هم برای شما گفتم مبنای یا اساس پیشرفت یک جامعه تهداب گذاریش از دانشگاه میشه. ولی ما چند میار رو باید در نظر بگیریم. اول این که بس تعهد و تخصص بسیار جدی است که در دانشگاه افغانستان در طول 20 سال اغلبا در نظر گرفته نمیشد. دولت به خاطر از اینکه بتانه امام اهداف کلی خود که چی امام اهداف اقتصادی مرفوع بسازه، چی از لحاظ بود اجتماعی با مسطحی که نیاز است ما باید برسیم، چی از بود تکنولوژی، دولت های مدرن میان سرمایه گذاری هنگفت ایره روی چی میکنن؟ دانشگاه خود میکنن. ببینین ما دو نوع فقر داریم، یکی فقر اقتصادی داریم، یکی هم فقر مسلکی یا فقر بشری، نیروی مسلکی بشری داریم که متاسفانه افغانستان هم دچار فقر اقتصادی است و هم دچار فقر نیروی مسلکی بشری است. ولی ما چگونه میتونیم نیروی مسلکی بشری خود را تامین کنیم، یعنی از این فقر آهسته آهسته برای بیرون شویم؟ جزی که ما بالای دانشگاه خود سرمایه گذاری کنیم و سرمایه گذاری هم طوری که ما کادرهای متخصص و متعهده، همین شکلی که ما شما از نصوص دینی میتونیم استنباط کنیم، زمانی که حضرت یوسف رضی الله تعالی عنه من حیث وزیر خزانه داری دولت مصر تعیین میشه، او را به عنوان پیشنهاد میکنن که بیا عزیز مصر شو، ولی میگه که من وزیر مالی دولت مصر میشم. چرا؟ میگه این حفیظ و علیم، من میگه به این کار متعهدم هستم و به این کار چیستم داناستم، بنان مبنایی که ما بتانیم شگوفایی حاصل کنیم، پیشرفت حاصل کنیم، جزی که این دریچه را ما از طریق دانشگاه افغانستان بپیماییم دیگه از هیچ رای ممکن نیست و این سرمایه گذاری و می فقر مسلکی نیروی بشری خود با سرمایه گذاری روی نهادهای تحصیلی خود
میتونیم که ما آهسته آهسته را چی کنیم؟ مرفوع بسازیم. حالا استاد یک موضوع دیگر هم خیلی مهم است، میخوایم که مطرح بسازم، خانواده این نکته را جدی مد نظر داشته باشن. استاد، محصلین با چه کسی مشوره میکنه در باب انتخاب رشته خود و میخواد یاد بگیره؟ ما که شنیدیم یک از استاد هم گفت در یک از مجالسی که بودیم با شکم خود مشوره میکنه، حالا کدام رشته خوب آید داره و میتونه شکم مرا سیر بکنه؟ خب مقصدی هم نیست که پیشرفتی داشته باشیم و این کشور ما و خود ما و خانواده ما درخشان باشه. ببینین، بسیار یک نکته جدی را مدرسه ساختین. عملا خود ما دوره که فارغ میشدیم از مکتب، بزرگترین دغدغه یک متعلمی که میرم تانو کنکور سپری کنه همی است که کدام رشته را انتخاب کنه. اغلبا میرم متعقل هستم و به صراحت بگم بالاتر از 90% هم خواست خانه ها بالای متعلمین تحمیل میشه که گویا عین شکل خودتان فرمودین. دنیای مدرن دیگه، دنیای جهان اول میان از صنف ده همو رشته بندی میسازن، یعنی زمینه سازی میسازن، مسالک جدا میسازن که کی بیشتر به علوم طبی علاقمند است، کی به علوم اجتماعی علاقمند است و کی به علوم انسانی. به این شکل به علوم ساینسی اینا را رشته بندی، چون از امیجا تخصصی میخوان که اینا چی داشته باشن؟ نیروی بشری برای خود تربیت کنن. ولی بدبختانه متعلمین افغانستان از این که بر مبنای هان چی که در ذات درونیشون است، یعنی فکر کنند که ما کدام کار از عهدهش برآمده میتونم و کدام مسلک با شوق علاقه، یعنی اگر ما بخوایم بالای بچه یا دختر خود تحمیل بسازیم که فلان بچه احمد یا محمود دکتر است، چرا بچه کاکای خود دکتر است، تو هم باید دکتر شوی، امکان داره که بتونه در کنکور کامیاب شوه ولی بعدا نتونه دکتر خوب شوه. خوبتری است که فامیل های محترم، خانواده های معزز بگذارن متعلمین و اولادای خود که با شوق آنچه را که خوش دارن، ای که بس درآمد مدرسه می سازن که کدام مسلک درآمد خوب داره. ببینین، هیچ رشته هایی که امروزه در پانتون های دنیا تدریس میشه بدون درآمد نیست، اگر ما متعهد و با بسیار پشتکار و تخصص او را پیگیری کنیم. یعنی بعضی ها فکر میکنه شاید من اگر حقوق بخوانم بتانم قاضی شم، سارن باشم، اما اگر فیزیک بخوانم چی نداره؟ فیزیک. ولی ببینین، امروز بزرگترین عالمی که در دنیا مدرسه انشتین است. انشتین عالم فیزیک بود، فیزیک دانی. کوه جاذبه انشتین کشف کرد. به این شکل رشته‌ای وجود داره که اگر ما بر مبنای آنچه که ضمیر ناخودآگاه ما بر ما این را بیان می‌سازه و میگه که ما همو ظرافت و ظرفیت همی را داریم که در مسلک پیش بریم، بگذارین که پسرایتان آنچه که خودشان نیاز دارن و آنچه را که علاقه دارن همو را انتخاب کنن، چون بتانن در مسلک خود با معیارات تخصصی را در نظر گرفته پیش برن. ممنون است. سلامت، شکر، بخیر. لطف دارید، وقفه داریم، پس از وقفه هم در بخش روانشناسی با ما باشید. باز هم خوش آمدید، بخش روانشناسی هست و استاد مجیب رحمان اخپلواک روانشناس را با خود داریم، در مورد اثرات روانی فروش کودکان در افغانستان صحبت میکنیم. صبحتان بخیر استاد، خوش آمدید. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت بیننده های از تلویزیون طلوع، اخصا برنامه بامداد خوش. شما سلامت باشید استاد. خب است بیشتر صحبت کنیم در مورد اثرات روانی فروش کودکان در کشور. نجیب جان، بر اولین بار موضوعی را صحبت میکنم که حس میکنم مقبولیت اجتماعی نداره. متاسفانه فروش کودکان یک پدیده نامبارک و نامیمون هست و مشخصا کسانی که فرزندی را بزرگ میکنه، خب مادری که فرزند و طفلی را به دنیا میاره و متاسفانه بعد چند وقت به اساس جبر علیه که حاکم از در جامعه مجبور بر این میشن که فرزند و دلبند و پاره جیگرش را به فروش برسانه، چقدر عجیب است که تاریخی که 2022 سال قبل جریان داشت در زندگی انسان ها و بعدش 1400 سال قبل هم وقتی که پیامبر اسلام آمد و فروش انسانها را مردود ساخت و ممنوع ساخت، امروز بعد از 1400 سال اون واقعه و 2022 سال قبل بعد از بعثت عیسی مسیح که اونا هم در این راستا مجادله و مبارزه کردند، متاسفانه امروز ما دوباره تکرار تاریخ و جبر علی را می‌بینیم که
مقبول نیست و ای دودمان و ای متاسفانه جبر ایلیه که حاکم شده بالای مردم ما مرا به یاد یک چیز به اندازه ای که نهادهای و کسانی هستند که داد از حقوق بشر میزنن و متاسفانه مستبدانه ترین و مستکبرترین و ظالمانه ترین قسمت زندگی ما افغانها در گرو همین ادعاهای بشر دوستانه شده که نهادهایی هست از حقوق بشر داد میذارن، اما متاسفانه این فاجعه انسانی را متوجه نیستن، اصلا اغماس میکنند و نادیده میگیرن که ما افغانها در چه شرایط قرار داریم. حالا فرض بکنین خدا نخواسته یک کس خودش را در همین حالت تصور بکنه، به یاد همو بیت مفتم که میگه آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. فشار و جبر ظالمانه ای طبیعت وقت مشخص میشه که یک کس خود در همین مبنا حس بکنه و خود در همین حالت احساس بکنه و قرار بده که فرزند و دلبندش به دلیل فشارهای اقتصادی و جبر ایلی از پیشش دور بشه. متاسفانه این خیلی مایوس کننده هست و خیلی هم از لحاظ روانی متاسفانه نشان دهنده ای است که در جامعه چیز به معنای همدلی، همدردی کردن و از درد دیگران خبر شدن بسیار کم شده و نادر شده. گرچند گاهن حس میکنیم که اگر فرض بکنیم سوالی باشه که من بخوایم از درد کسی خبر شوم، خب مسلما چیزی باید در بساط داشته باشم تا با دیگران شریک بکنم. اما به هر حال آن چیزی که متاسفانه من دوست دارم که به معنای لخت و اوریانش صحبت بکنم، معامله بین دو قد، معامله دو جناح سبب شده که انسانها به گروگان گرفته شده در افغانستان. ای که بین امارت و جامعه جهانی چی معاملاتی در جریان هست، این مسئله خودشان است، خودشان میفهمن و کارش، اما افغان در این بین به گروگان گرفته شده، افغان به فروش میرسه، دختر کوچک، فرزند کوچک افغان متاسفانه ایره به عنوان یک ننگ تاریخی میگم، به عنوان یک استاد و یک روانشناس این مقطع و این برهه تاریخی به عنوان یک ننگ است که متاسفانه در تاریخ افغان ها ثبت خواهد شد که فرزند دلبند افغان به دلیل فقر، به دلیل تنگ دستی، مستمندی و مستضعفی به فروش میرسه و من حس میکنم که ایش دشوارترین شرایط زندگی ما افغان ها را متاسفانه نشانده. قابل درک نیست که انسان درک بکنه که مثلا خیلی میخوایم که امی احساس بکنم که مثلا فرزند خود را ما به فروش میرسم، خدا نخواسته، بسیار درک مشکل است، درک نمیتونم کرده که ما چطوری کار را بکنم، روانم نمیپذیره اصلا. اما پیام روانشناختی مسئله کجاست؟ حالا ما میخواستم این سوال را مطرح بکنم که از دید روانشناسی این فرد چی وضع قرار داره و افرادی که میبینن، مردمی که را میبینن و سردمدارایی که اونا هم میبینن، روان از اونا داشت چه وضع قرار متاسفانه شما ببینین حتی امی عواطف مادری را انسان ها را حتی میگذارین برای یک لحظه کنار، شما فرض بکنین حتی در بین سایر بشر تا زمان مادر میجنگه، تا زمان به خاطر طفلش میجنگه که از پا در میه، اما دستبردار از فرزند خود نیست. حالا در بین انسان ها خب اصلا شما فرض بکنین که بد ای هست که فرزند خود کسی به خاطر فقر بفروشه، بدتر از او هست که در آغوشش باشه و متاسفانه از بدلیل فقر نیست و نابود شوه. در بین دو شر یک شر انتخاب کنن، در بین بد و بدتر مجبور هستن که بد انتخاب بکنن. حالا از لحاظ روانی کسی که آماده به همین نوع، به اینمی حالت، این را دیگه شبیه قمار بگویم که فرزندش از پیشش دور میشه، گاهن اصلا اسرار مرگ در زندگی انسانایی هست، یک فرد فوت میکنه زندگی ما منها میشه
به هر حال یک چند وقت فرد عادت میکنه، اما ای که یک فرد به زندگیش در بدل یک چیز پول مال مناله از والدینش و از خانوادهش دور میشه، این دردناکترین قسمت از زندگی است. از یک طرف، طرف دیگه پیام روانشناسی چی است که بر ما این پیام را میده که قوانین جوامع، قوانین بشری، وضعی جوامع متاسفانه ظالمانه هست و به هیچ عنوان سبب اقناع خاطر مستضعفین و مستمندان شده نمیتونند. دو، این را بر ما میرسانند که کسی بهر کسی ماتم نگیرد، خودت بس برخواسته و خاکی بسر کن. حالا خاک بسر کردن که چی بلایی بسر جامعه میاره، یک پیام دیگه است. از طرف دیگه سردمداران در این حالت مسلمن هر فردی که قرار داشته باشه و کسی را در این حالت نگاه بکنه، مسلمن بسیار آدم کم عاطفه و بی احساس باشه و کسی باشه که اصلا به لحاظ من برتر، خودانگاره یا وجدانی دوچار کمی دا باشه که بتانه تحمل بکنه این شرایط را. هر کسی باشه، ما روانشناس سردمداری که در هر قسمت قرار داره و کسی که به فروش میرسه، اونا هم این دنیا رو دنیای معامله، دنیای جبرئیلی حاکم بالای یک فرد میدانن که به هر حال ابتداعا خودش قربانی احساس میکنن، قربانی نداشتن ها، دوم قربانی بازی های سیاسی که به هر حال اگر امروز کودک نفهمه فرداها میفهمه و میگن که علت و معلول از این حالت ها چی بوده و او زمان است که متاسفانه هم با جامعه می جنگه، هم با سردمداران سیاسی و هم با دولت و با ملت و با حکومت و با هر کس و با هر پدیده. به دلیلی که جنگ درونی بالای از اونا زمان شروع است که اینا به فروش میرسن و از طرف دیگه اینایی که میرن در یک خانواده نو، در خانواده که به اصطلاح فروخته شده، رابطه با اینا رابطه حاکم محکوم، برده و بادار، زیر دست و زبردست می باشد، چون انسان طبیعتا حس میکنه که به اصطلاح فروخته شده و انسانی که فروخته شده، خب اول ای که حس خودش چی هست، مسلما خودش را تابع یک جبر ایلی میدانه. از طرف دیگه کسانی که در خانواده هست، مخصوصا کودکان، به طرف از این کودک به دید یک فرد، یک برده فروخته شده میبینن که مسلمن اینجا نابرابری های فردی حس میشه، نابرابری های طبقاتی حس میشه که طبقات چی بلایی رو به سر انسان ها آوردن و متاسفانه ای که انسان را تا چیز حد محکوم، مظلوم، درگرو ساخته که حتی متاسفانه فرد فروخته شده. در حد یک دقیقه استاد صحبت میکنیم در مورد اثرات روانی فروش کودکان مختصر. پدیده بد است. اولا ما که در جامعه زندگی میکنم، شما بیننده ها و میلیون ها کسانی که بیننده ما هستند، اونا حس میکنند که این جامعه تا به این حد مجبور هستند، در جبر هستند، زیر فشار هستند که فرزندی را به فروش میرسانند. از طرف دیگه بر دنیا هم این پیام را میرسانند که زندگی افغان خب تا این حد بی ارزش که فرزند خودم فروشن. از طرف دیگه فردی که فروخته میشه از او به هیچ عنوان، حالا اگر خانواده یک مقدار متوجهشون باشه خب این بحث جداست، اما اگر اونا فروخته میشن، ای که در دنیای درونشان چی یک تلاطم هست یک طرف قضیه، ای که با اونا چه نوع تعامل صورت میگیره این طرف دیگه قضیه هست که متاسفانه تمامش منفی هست و از تمام وجوهات که آدم به این قضیه حس میکنه و میبینه، چیزی به خاطر دلخوشی، چیزی به خاطر داشتن احساس خوب آدم نمیتونه پیدا بکنه، چون بنیاد از این اقدام، بنیاد از این عمل متاسفانه منفی، بد و نادرست است. ممنون استاد، امید دارم که این تو موضوعات را دیگر روزهای آخر ما باشه که میگیریم. تشکر استاد. ما امید دارم که این آخرین بحث ما روی فروش باشه. خیلی ممنون و وقفه داریم و خبر ساعت 8 در دومین ساعت بامداد خوش ما را هم فراموش نکنید. مجدد به دومین ساعت برنامه بامداد خوش امروز یعنی پنجشنبه خوش آمدید و بخش درمانگاه هست و دکتر صاحب احمد شکیب ظهیر ترینر فوق متخصص سرطان های خون را با خود داریم، صحبت میکنیم در مورد سرطان ها خصوصا سرطان خون. صبحتان بخیر دکتر صاحب. صبح شما هم بخیر، سلام خدمت شما و هموطنان عزیز، سپاسمند هستم که مرا دعوت کردین.
و برنامه بسیار زیبایتان. خیلی تشکر. بخیر باشید. شما سلامت باشین دکتر صاحب. فردا روز جهانی سرطان است. گرچه فردا جمعه است و ما نمیتونیم برنامه داشته باشیم، اما خوب است که در مورد سرطان خواستیم هموطنان ما بیشتر بفهمند. و باورهای غلطی هم وجود داره که مثلا کسی که سرطان گرفت میگه ما لحظه شماری کنیم به مرگش، یا خانواده والا دیگه تداویش نمیشه، یا هم ازش کنارگیری بکنن، یا هم گوشه باشه. این باورهای هم است. خوب است که بیشتر در مورد سرطان ها بله. بشنیم. یقینا سرطان البته یک پدیده بسیار خراب است و وقتی که هموطنان عزیز ما این واژه را میشنون دلهره پیدا میکنن، نگران میشن. به هر صورت سرطان در حقیقت یک تغییر غیر نرمال در تکثر حجرات بدن انسان ها است. به طور نرمال پروسه تولید و تخریب حجرات در بدن جریان داره، در صورتی که این پروسه از کنترل خارج شه منجر به سرطان میشه، که البته سرطان میتونه قسمت های مختلف بدن، اعضای مختلف مصاب بسازه و باعث اعراض و علائم پیش مریض شوه. البته خوشبختانه فعلا در کشور ما امکانات تشخیص و تداوی امراض سرطانی موجود است و هموطنان عزیز ما نیاز ندارند که به خاطر تداوی با تحمل مشقت ها و مشکلات زیاد عازم کشورهای بیگانه شوند. البته سرطان مرض ساری نیست، از یک فرد به فرد دیگر منتقل نمیشه خوشبختانه، و البته در اکثریت حالات حتی تا 90% حالات سرطان قابل تداوی است، در صورتی که تداوی استاندارد در نزد مریض صورت بگیره صحتیاب میشه و سروایوالشان طولانی میشه. نومیدی که به افراد مبتلا به سرطان وجود داره؟ البته یقینا اکثرا وقتی که مریضان از ما مراجعه میکنن و خانواده هایشان خیلی نگران میباشن و هزارها سوال، هزارها نگرانی میداشته باشن در مورد مریضشان. البته بعد از این که ما من حیث متخصص بخش سرطان و خون صحبت میکنیم، موضوعات را برشان روشن میکنیم، در بخش تشخیص، تداوی، امکاناتی که موجود است در کشور و در خارج از کشور، بعدا ایده ها و مفکوریشان تغییر میکنه، که البته یک مسئله بسیار خوب است. و مهمترین مسئله در بخش مریضای سرطانی و فامیلایشان امی است که باید روحی عالی داشته باشند، و ای که خوشبختانه چون تداوی ها موجود است، تکنولوژی به حد پیشرفت کرده که در اکثریت حالات سرطان ها قابل تداوی است، قابل درمان است و مریض سرطانی مانند سایر افراد جامعه زندگی نرمال را داشته میتونه. اینه میتونه به حالت اولی که قبل از سرطان داشته بر بگرده؟ یقینا. البته در اکثریت حالات وقتی که تداوی استاندارد اخص میکنن میشه که بعد از اینکه تداویشان تکمیل میشه به حالت نرمال یا زندگی نرمال بر بگردن، گرچه سرطان ها مختلف است و نظر به استیجینگ و مرحله بندیشون فرق میکنه از مرحله 1 الی 4، ولی در اکثریت حالات وقتی که سرطان در مراحل ابتدایی تشخیص و تداوی شوه میشه که مریض مانند سابق زندگی نرمال خود دریافت کنه. دکتر صاحب، بیشتر آماری که من در اول برنامه گفتم شیوع سرطان خون زیاد هست و خصوصا برای سال 1975 بیشتر شیوع پیدا کرده و گروه سنی 15 تا 19 ساله میگن که میگیره بیشتر. حالا در مورد سرطان خون بیشتر برمان بگیره. بله یقینا سرطان خون هم از جمله سرطان خون یک بخش عمدهش تشکیل میده، که در حقیقت گروپ از امراض سرطانی است که از مغز و سخان منشأ میگیره، که معمولا سه نوع معمولش که مریضای ما با آشنا هستن لوکیمیا، لنفوما و ملتیپل مایلوما است که بیشتر میشه که سنین مختلف مصاب بسازم، اطفال، کهنسالان، جوانها، از نظر جنس مذکر، مؤنث، تمام اینا را مصاب ساخته میتونه، ولی هر مرض چون این امراض خون کست تایپ ها و انواع مختلف داره، بنان هر نوش در سنین مشخص و در جنس مشخص و همچنان نظر به این که موقعیت و ساحه که مریض او زندگی میکنه فرق داره. دکتر صاحب، در سرطان خون یعنی خون دیگر تولید نمیشه در مغز استخوان ما یا چی؟
اساساً بله، اساساً مغز سخون حیثیت فابریکی تولید خون را برداشت داره در بدن ما. بنان هر گونه تغییر غیر نرمالی که در خون به وجود میاد اصلاً در مغز سخون به وجود میاد. در مغز سخون حجره مادری وجود داره که به نام هماتوپویتیک استیم سل است که این حجرات باعث از این میشه که حجرات نرمال دیگه را در وجود ایجاد بکنن. در صورتی که تغییرهای محیطی یا هم ژنتیکی و عوامل مختلف مثلا شعاع، ادویه کیمیایی و همچنان مواد کیمیایی، بنزین و همچنان سموکینگ، سیگارت کشیدن و انواع و اقسام اینا بالاخره سبب از این میشه که تغییر غیر نرمال در حجراتی که مسئولیت تولید خون را بر دوش داره به وجود بیاید. به طور نرمال قسمی که میدانیم خون از سه نوع حجره ساخته شده که به نام کرویات سفید، کرویات سرخ و صفیحات دموی عاد میشه. بنان او حجرات که اینا را تشکیل میده در صورتی که تغییر ساختمانی یا ژنتیکی در اینا به وجود بیاید باعث از این میشه که باعث سرطان پیش مریض شود. البته یک مسئله قابل ذکر است که در اکثریت حالات سبب سرطان مخصوصا سرطان خون معلوم نیست، ولی یک تعداد ریسک فاکتورها یا فاکتورهای خطری که مریض ها یا افراد جامعه با اون مواجه هستند در صورتی که به اون معروض نشه امکان از این بیشتر موجود است که مریض به این مصاب نشه. و از نشانه هایش هم میشه بر ما بگوین که چه نشانه هایی داره که یک فرد بفهمه که حداقل نیاز برای پیدا کنه برای پیش دکتر مراجعه کنه؟ بله، البته فرق میکنه. مریض ممکنه هیچ اعراض نداشته باشه و به طور تصادفی به خاطر اجرای معاینه پیش متخصصین بخش مختلف طبی مراجعه بکنه و این تغییر در خون وقتی که به وجود میاد باز بعدا اونا مریض را به متخصص خون راجع میکنه که البته از حالت بدون اعراض گرفته تا حالتی که به خاطر کمبود میسین و حجره که قبلا یاد کردیم میشه پیش مریض اعراض به وجود بیاد. مثلا اگر صفیحات دمویه کم شا پیش مریض خونریزی به وجود میاد که خونریزی میشه از قسمت های مختلف بدن باشه، از بینی، دهن، لکه های جلدی، خونریزی ها به شکل لکه های جلدی و همچنان خونریزی از مثانه، از سیستم هضمی و قسمت های مختلف بدن ممکن موجود باشه. در صورتی که کرویات سفید کاهش پیدا بکنه مخصوصا نیوتروفیل ها پیش مریض انتانات، تب، سینه و بغل، گلودردی، التهاب مثانه و انتانات قسمت های مختلف بدن به وجود آمده میتونه. و در صورتی که کرویات سرخ که به نام هموگلوبین هم یاد میشه ماده ای که در داخلش هست وقتی کم میشه پیش مریض خستگی، زلگی و ضعیفی به وجود میاد به شکل تکان قلبی یا هم شورتنس اف بریت یا نفس تنگی، خسافت و همچنان میشه پوندیدگی های مختلف در قسمت های مختلف از جمله گردن، دناهی زیر قول، در شکم و قسمت های مختلف بدن به وجود بیاید که بالاخره با مریض یا متخصص مربوطه کمک میکنه تا معاینات بیشتر را اجرا بکنه و بالاخره مرض تشخیص شه و تداوی شه. وی که محل بوده باشه مریض را در خانه در بعضی از خانواده ها جدا میسازن، در مورد زی هم بر ما بگوین. بله. و درمان خانگی که حداقل میتونه نیاز باشه و خانواده انجام بدن چی میتونه باشه؟ بله. مسئله بسیار خوب را اشاره کردین. مریضای سرطانی بعد از اینکه تشخیص میشه و تداوی رخص میکنه چون هم خود مرض و هم کیموتراپی یا تداوی ضد سرطانی که رخص میکنن سیستم دفاعی را ضعیف میکنه، به این خاطر خوب است که مریضا در خانه اتاق جداگانه داشته باشه، با مریضا یا افراد یا اطفالی که سرفه یا هم سایر انتانات دارن از اونا باید دور نگه داشته شه و در بخش حفظ لثه‌شان بسیار تلاش بکنه، شستن دهن، شستن دست ها و قسمت های مختلف بدن و همچنان خوب است که غذایشان پاک باشه، تازه باشه، غذای پسمانده نباشه، بوسی نباشه و همچنان میوه که استفاده میکنه ترکاری باید تازه باشه، ترکاری باید به درستی شسته شده باشه، میوه باید پوست شده باشه و تمام شرایط و اهتمامات حفظ صحی که وجود داره او رو مراد بکنن. و البته در خانه یقینا سرطان خون یک حالت است که تداویش باید نزد متخصص سرطان خون صورت بگیره. البته توصیه هایی که ما برای مریض ها اجرا میکنیم توصیه میکنیم اونا را باید جدا در خانه مراعات بکنن، ادویه را به وقت خود بگیرن و همچنان مشکلاتی که پیشان ایجاد میشه وقت به وقت
با متخصص خود در ارتباط باشه و به حل از او بپردازه. البته خوشبختانه امکانات تشخیص و تداوی در داخل کشور ما به سوی فوق تخصص موجود است که یک گپ بسیار نیک است و اکثرا هموطنان ما نیاز ندارن که به خاطر تداوی به خارج از کشور مراجعه کنند. تشکر دکتر سیب. یک جهان تشکر شما. خیلی ممنون از شما. بینندگان عزیز وقفه داریم و در ادامه برنامه بخش چهره ها همراه ما باشید. سلام مجدد، بخش چهره ها هست و امروز چهره را با خود داریم که شما هم حتما بیننده برنامه هستید که فراموشتان حتما نمیشه از تلویزیون لمر و همکار خود ما در تلویزیون طلوع و همراه ما هستن ریاض احمد شیر، برنامه خفن شیر حتما که دیدید و بیننده هستید. صبح بخیر شیر لالا، البته ریاض احمد شیر که معروف از به شیر لالا. شیر لالا صبح بخیر. تشکر، سلامت باشی نجیب جان، سلام به خودت و به بیننده های تلویزیون طلوع و بالاقمنده برنامه بامداد خوش. خیلی تشکر. خب اول باید بفهمیم که شیر لالا کی است. شیر لالا کجا که خنده باشه اونجا شیر لالا است. خب شیر لالا بگو بر ما از زندگیت، بگو از شب روز یک سفری میکنید بر از تحول کجا بودی و امروز که ما بزرگ آوردیم شیر لالا رو در برنامه. نجیب جان هستیم، در این وطن خود هستیم، در خاک خود هستیم، به خاطر زی کجا خرفتیم، نمی ملک ماست، نمی مردم ماست، با خاطر زی که وقت یک ضرب المثل از در پشتو میگه دو خود یارم دو بد دو بیزارم. وقتی که خوشی و آرامش سپری میکنی هر حالات ملک خود و مردم خود کتیش باید سپری کنیم و باید باشیم و اون خیر. یه دادنگ شی شامو بیتره و رسی گیره دا چیره وی تو بیا شابو شاپرین سلام علیکم. ام دا اوس می سر دست تاو راتا و شما وجه دا غمت بند رازی دا دنگ دا چوشو دو پیش دا شامو دا شره لالا یار بیار نمیشه نکنه نه از امی خاطر ما یار تا آوردیم روز شامو چه چنگ دا پپر چا دلتا تا ما نیم راغله زو خود دیگه یو دیر بسری توب راوزم تو پند سری توب دسی دنگ لونکی راغلی کنی زو دیر بسری توب راغلی شما تو ول چی تال زمیل مایم کل دیوه زو خو میلمان نوم زو پا میلمان که نرازم ساده راغلم ما گوره دا چه دا میلمان تا سره چیک دی اگم خالی پیاله اون کو تو گوری خالی پیاله ازان پسند دا میلمن عزت ویا دا پر نه وړه دمو ورته نه دراو یو دغه پرکشه د چ زمزمہ درته ونی کی ما دریاب څخه د تراوړې ده زه دریا ورته مو دی په زمزمہ کی ګوره شه پټه راغله جریمه ہے خدا جریمه ہے او ټپی برته وای خام 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 سار وخت کی او په دې نهره کې خلکو چا نه دځګل ته مونږ ټپی ګوره شه خو دې شلی دي د خوښ د کورم راغله او بالکل دا دی وای د خوښ په کور کې چې سړی شل غم خوري داس خوان کوي لکه کباب چې څوک خوري شام هو ګله بالکل هغه یو نجیب جان میګه کوم خبرنگار یک جامت یک نفر دی قریب چاره استاد کده گفت د باری امنیت یک نظر از پشت می خایم او گفت تو چی کار هستی گفت ما خبرنگار هستم گفت سئیس سوال مر مردم میمینه گفت وای نمیتینه مال کامرا لایف از کل مردم تر میمینه گفت خو اول خو یک سلام برای چقدر که واق داره و ده حکومت ده نظام هستین برزای یک سلام تقدیم باشه یک سلام فهمیدی یک نام یک کسی را گفتم مثال شامو واری از ما 2000 قرض دارد برای بو که به انسانیت قرض ما را بیاره گوره چل که نمال از این وقت قرض یعنی یک سلام برای فامیل خود میکنم فهمیدی یک سلام برای یک دوست ما که در خارج است فهمیدی یک سلام بزو یک سلام بزینی باز آخر گفته گفت می باشی ما از دیو قریه نیستم نیست قریه خبر است نیست امنیت نی دیگه ما خبر نبودیم که دیگه دفعه دنگ خبر به نه زمزمه شروع که زه پدغه پسی در اغلی ما تپیه و خبر وقت به نه تیره شامو دا سر تر آتاو که زه بودر پسی راسم کنه ورزه پی شامو شروع کنو افغانستان خدای دی جور کرد من افغانان خوب بسم چری په مینا کې ناکام سو ډېر شرم پړه په مارا چوي نه د خو مارو سترګو دې زار څه لکه وزه چې د کړکۍ نه وګوري نه چری سترګې دې قربان څه
سترگی دی ندی پتا تیرا یاد وینا رازی چه هاگ خلق رکو چه سو پی باڑی منگو تاسی و رکوینا پغت استرگو را تگورا سادا شیر یا چی پا مینا دی پوکاما را تل کشمو وتر سوچ می ژوندون وی لاس بوان نخلو دتانا تر سوچ می ژوندون وی لاس بوان نخلو دتانا زما افغانستان زما افغانستان زما افغانستان زما ګور کلا کلا ټایپ کی پیتا جړی کنا اوس لګ لګ ما پیتا جړا سوا د سر اومات اول قبول نمی کړ اول د چاینل اومات نی ادم خواس اولین دروغ میگه پس د هر چیز اول دروغ میگه بعد از راست میگه شمو یو ورځ یم یو ملګری ویل کنا یو ملګری ته کلا کلا وای ته والا ګډیر دروغ وای رښتیا کلا وای هغه ولا چې دروغ مخلاص بیا یو ټیک رښتیا مې نو کلا کلا زړه څنګه کړه بیا دې خپل کیسه وکړه خپل کیسه هر وخت دې ټوکه شروع کی دا فکر وکړه چې اتیا فیصد دا کیسه ده د خپل ده د خپل سرنوشت چې د میلمه سم سوال کې زور تم تا خپل سوال بیا د میلمه څخه وایې میلمه ته وایې چې بیا له ماته ټوکه په یاد شو میگا خدام زنکه نام شوهر خدا می گرفت یگان زنکه است نام شوهر خدا با شوهرش نام زنکی خدا می گرفت باز خداوند یار یک بچه یک داده و بچه که کلان شده او هم نام مادر خدا می گرفت نام پدر خدا این زنکیش گفت گوه مرده که کار خوب نشد دیگر این بچه در کچه خاکش خواه گفت نام ننه مایی چیز است نام پدر مایی چیز است یک جنجال میشه ای چطور میشه حالا که زبان ما تو هم تغییر کنه زبان بچه هم تغییر کنه گفت هیچ گپ هم نه شوهرش گفته گفت چرا گفت ازی با تو مرا پدر بگو ما تو رو ننه زبان ما تو هم تغییر میشه ای بچه هم دونه چل باز دید اصلای یو استفاده د دې خبرونې څخه کوي کمپاین وکړي په اړه معلومات ورکړي دا څومره روانې دي کلونو کلونو کې اندي والو دغه یو خبره کوي خو پخه خبره کوي کنه دا اوس نو او پخه خبره وایي مونږ ته ځل استل دي هم تر امر دی واد والو د مټ ټلویزیون به تاسو له خیره په لنډ وخت کې ډېری نوې نوې خبرونې وګوري او دا هغه خبرونې به چې ستاسو د خوښۍ وړو ګرځي او ستاسو هغه تنده پې خړوبه سي او ماته سي نو دې په خاطر تاسو بل مټ ټلویزیون ادمن تعقیبوي خدا نوې خبرونه چې راځي په هر برخه کې له خیره داسې خبرونه به راځي چې انشاءالله ټول هیوادوال به همیش ورته سترګې په لاره او ګوري به هم از خصوصا هم از شیر لاله یو نوې خبرونه د منګ د یارمل صاحب چې په کار کړی دا ډیره ښه خبرونه ده هغه هم تاسو ګوري یو بل سټې شو له خیره منګ راځي نور ډیره ښه خبرونه دي خو مقصد مر ټلویزیون ته فکر وکړي چې دا تاسو همیش ریموت په لاس ساتي خو بدلوي ما بس خنه چې دا خبرونه راځي بالکل او سنه تاسو سوالونه ده څه وکړه نجيب نه دا سوالونه زنجو کې چې په وای یاد ما توبه توبه سوال شیر توبه انا توبه ګور استم جرمانه میتم یک چای سو بردیتون هیچ از ما سوال نکنید او کن کن دری پختنه میو تمام کنید نه 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 هیچ هیچ سوال نکنید همکارا میگن بخش سگمنت ما با پایین رسیده تشکر یاد دست جر کنید یک سوال حساب کتاب در سر پاتو شیرین لاله تشکر با خیر ده خانی خصوص کلام درو گفتی جواب دور کی من نه بارم شم خوشحال بول درو نگفتیم وقفه داریم در ادامه برنامه همراه ما باشید سلام صبح شما وطندارای عزیزم پر از نشاط و خوشی آقای فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با خود داریم و در رابطه با عملکرد تیم ملی کرکت افغانستان و همچنان بازیایشون بیشتر هم روشون گفتگو می داشته باشیم صبح شما بخیر اوتک صاحب نوابی صاحب با شما و تمام بیننده ها صبح بخیر میگم تشکر سلامت باشین از بازی اخیر تیم زیر سن 19 سال افغانستان آغاز میکنیم که چی دلیل باعث شد که در برابر تیم انگلستان شکست خوردن بسم الله الرحمن الرحیم از همالتر باز هم با تمام بیننده ها و هم تران عزیز خود صبح بخیر سلام تقدیم میکنم طوری که بر شما معلوم است تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی نتایج خیلی خوب داشت توانست که تا مرحله نیمه نهایی را پیدا کنه و در نیمه نهایی با انگلستان روبرو شد در این مسابقات هر کشور کوشش میکرد که پیش بره اما خوشبختانه که افغانستان کشورهای خیلی قوی جهان را در این مسابقات شکست داد و در نیمه نهایی متاسفانه که بازی خیلی خوب انجام داد بازیکنان ما اما به پیر شدن نرسیدن جای افتخار است که تیم ما به نیمه نهایی رسیده و همین قسمتان گفتم میتونم که
تیم زیر 19 سال افغانستان فردا با تیم زیر 19 سال استرالیا مسابقه انجام میده با جهت برای سوادار مقام سوم. بسیار خوب. یعنی که رقابت دیگه هم پیش رو داره. بله ان شاء الله. فردا باشه. بله. ساعت چند بجه؟ با مو وقت قبلا نو وقت شام. درست. بسیار خوب. و قبل از این تیم ملی 19 سال افغانستان و همچنان تیم ملی بزرگسال افغانستان در مرحله نیمه نهایی رو پیدا کرده بودند؟ قبل از این تیم زیر 19 سال افغانستان توانسته بود که با نیمه نهایی را پیدا کنم. البته در سال 2018 در روز سفر ما با تیم یک جا بودم، توانستیم که در نیوزیلند تیم های قوی جهان را شکست بدیم و بالاخره با نیمه نهایی را پیدا کرده بودیم. در آنجا همین قسم یک چانس بسیار خوب را از دست دادیم و نتوانستیم که به فینال بریم. اما بار دوم است که تیم زیر 19 سال افغانستان با نیمه نهایی را پیدا کرده و باز هم یادآور میشم که چند سال قبل افغانای ما منتظر از این بود که تیم های ما در مسابقات بین المللی اشتراک کنه، اما حال نه تنها که اشتراک میکنه بلکه دعوی از این دارن و اعتماد ای به وجود آمده که تیم ما میتونه که کشورهای قوی را شکست بده و حتی امکان از این است که جام ها را بلند نماید. انشاءالله بخیر. مدیریت تیم از سوی کپیتان تیم زیر سن 19 سال سلیمان صافی چگونه دیدین؟ تا حد زیاد مدیریت خیلی خوب داشت. یک بازیکنی است که بخصوص در برابر بازی که در مقابل سریلانکا داشتیم کانفیدنس است و یک بازیکن خوب است. در بخش خود نتیجه خوبم دارم، نتیجه خوب داشت و یک کپتانی خوب انجام شد از طرف کپتان تیم زیر 19 سال افغانستان که ما توانستیم سریلانکا را شکست بدیم. سریلانکا تیمی بود در مسابقات جام جهانی که سه مسابقه را قبلا انجام داده بود، هر سه را پیروزی به دست آورده بود، اما در کوارتر فاینال در مقابل افغانستان شکست خورد. بسیار خوب. و پس از سه بازی که در مقابل هلند داشتیم، سه بازی یک روزه و که از طرف شورای جهانی کرکت جهان هم برگزار شده بود، چگونه دیدین این بازی ها را و همچنان چقدر به ما نقش خوب داشت به خاطر سود در جام جهانی 2023؟ بله، خوشبختانه که با میزبانی افغانستان تیم ملی کرکت افغانستان با تیم نیدرلند سه مسابقه بین المللی پنجاره داشت که مسابقات اودیای سوپر لیگ است. در آن مسابقات افغانستان توانش که پیروزی را به دست آورد و همین قسم مثلا گفتم میتونم که ما فعلا تا حال شش مسابقه اودیای سوپر لیگ را انجام دادیم که خوشبختانه هر شش را پیروزی به دست آوردیم و در درجه بندی این مسابقات در جایگاه خوب قرار داریم. در کدام جایگاه؟ تا روز گذشته که ما دیدم جدول در مقام پنجم بودیم و بعد از این ما مسابقات دیگر هم داریم انشاءالله. ما امید داریم که تیم ما بتوانه که امی جایگاه را با خود داشته باشه تا از این طریق بتوانیم به شکل مستقیم با مسابقات جام جهانی را پیدا کنیم. بسیار خوب. بازی از تیم ملی بزرگسالان در پیش است؟ بله، نوابیس فعلا تیم زیر 19 سال افغانستان در قطر، ببخشید تیم ملی کرکت افغانستان در قطر کمپ تمریناتی خود را به پیش میبره، کمپ تمریناتی را در عرصه‌های مختلف به پیش میبره. هدف این کمپ تمریناتی آمادگی به مسابقات بنگلادش است که در برابر بنگلادش ما مسابقات داریم. کدام تاریخ؟ در با تاریخ 15 تیم ملی کرکت افغانستان به طرف فبروری. بله، به طرف بنگلادش سفر می نماید. و یک نکته مهم را که با شما اشاره کنم، روز گذشته کرکت بورد افغانستان چهره های جوان را با جهت یکجا شدن در با تیم ملی با قطر روان کردن، مانند یعنی ترکیب فرق میکنه. بله، عبدالرحمن و همین قسمتون گفته میتونم که نجات مسعود و ضیا اکبر چهره های جوان است. 19 سال بودن؟ نه خیر، اینا از مسابقات داخلی افغانستان نتایج خوب داشتن. بله، در قبلا یعنی در تیم ها بودن. در تیم ها بودن. بله، در تیم 19 سال افغانستان هم یک بار نمایندگی افغانستان رو انجام دادن و در این سفر در پالی این سه جوان افسر زازه بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان نیز سفر داشت و دیروز بازیکن خوبی ما هم سفر کردن، امیر حمزه هوتک، که اونا هم به جهت یکجا شدن با تیم ملی کرکت افغانستان به قطر رفتن. انشاءالله که یک تیم خوب با مسابقات جور خواهد شد و نتیجه هم خوب خواهد. بسیار خوب. و همچنان در جهان چند تیم کرکت بازی میکنه و شرایط سود در مسابقات جام جهانی چگونه است؟ نوابی صاحب، طوری که بر شما معلوم است
کشورهای زیاد در سطح جهان کرکت بازی میکنن و با کاتگوری تقسیم شدن. برتون گفتم میتونیم که مثلا درجه سوم، درجه دوم و درجه یک، که خوشبختانه ما از درجه سوم توانستیم در مدت بسیار کم درجه دو به درجه دوم داخل شویم. و درجه دوم که هدفهای خیلی زیاد بر ما پیش رو بود و هدف‌ها را به دست آوردیم و بعد توانستیم که در جمله کشورهای درجه یک یا فول ممبر شامل شویم. فعلا در فول ممبر با شمول افغانستان 12 کشور است که قبلا 10 کشور بود و در سال 2017 شورای بین المللی کرکت فیصله کرد که افغانستان و آیرلند نیز در کشورهای درجه یک شامل شد. بله، در 12 کشور درجه بله. یک. و با مسابقات جام جهانی شما گفتین مراحل مختلف است. بعضی اوقات مستقیم یک تیم میتونه که در مسابقات جام جهانی راه پیدا کنه، مثل که حالا فعلا این مسابقات اوریا سوپر لیگ جریان داره، و بعضی اوقات راهیابی مسابقات جام جهانی انجام می شود. یعنی مرحله مختلف است که از آن مسابقات تیم ها میتونن که یا از طریق درجه بندی تیم ها میتونن که در مسابقات جام جهانی اشتراک کنند. و قبلا یک نکته که سوال شما خوب جواب شد، قبلا باز کشورهایی که درجه یک بود اونا مستقیم در جام جهانی می بود، و کشورهای درجه دوم و درجه سوم از طریق راهیابی به مسابقات جام جهانی می رفت. اما فعلا برای کشورهای درجه یک هم شرایط به وجود آمده، شرایط به وجود آمده که باید امتیازاتشون پورا بسازن، بعد هم که به جام جهانی و به دهی رقابت ها صعود کنن. در تیمای درجه دوم و درجه سوم چند کشور در وجود عضویت دارن؟ در کشورهای درجه سوم مثلا کشورهای بسیار زیاد است، در کل برتون گفتم میتونم در حدود 105 کشور شامل میشن در مجموع. در مجموع بسیار خوب. و تشکر از اینکه حضور پیدا کردین، با اینکه مصروفیت‌های خیلی زیاد هم داشتین و به سختی و مشکل در درساس ما قرار گرفتین. چون مسابقات هست و به ببرهای آبی افغانستان که فردا مسابقه دارن برایشان آرزوی پیروزی میکنیم. تشکر از شما متشکرم. نبیش از شما تشکر میکنیم که بر ما در برنامه وقت دادین. انشاءالله همیشه خدمتتون هستیم. سلامت باشین. وقفه داریم و در ادامه برنامه بامداد خوش باشین. بله، باز هم خوش آمدید. بخش پایانی برنامه کافروشی هست. آقای صاحب اکبر زرگر را با خود داریم و امروز در مورد این صحبت میکنیم که مردم قدیم چطور هم میوه های فصل تابستان را تا زمستان نگهداری میکردن که سردخانه ها که نبود در وقت. برترتیب صبحتان بخیر آقای صاحب. خوش آمدید. صبح شما بخیر. صبح کسایی که امیال ما را فعلا میبینند، صبح کلشان بخیر. از مسافرای ما که نمیفهم که چند بجه هست، اما وقتشان بخیر. معمی لحظه میگفتم اگر فراموشت میشد میگفتم که با مسافرها نگفتی. نه، مسافرها حق اولیت داره، چرا که ما شما همیشه وقت انتظار مسافرها هستیم که ملت ما و دولت ما خدا یک آرامی و آسودگی بیاره که اونا را دوباره در آغوش خود بگیریم و اگر مردیم هم خیر است. قربان تو شه. امور یک دفعه ببینیم، آرامی را ببینیم. خیلی تشکر و ممنون آجی صاحب. راستی امروز آجی صاحب کنگینه هم با خود آورده. کنگینه بیادره؟ کنگینه بیادره کندوچه. خو آجی صاحب. نجیب جان به خاطر از این بیادره کندوچه گفتم که در منطقه شمالی دو قسم انگور نگاه میکنند. یکی اینمی کنگینه است که در قسمت کلکان منطقه است. دیگه یک قسم انگور دیگه که مردم غربن نگاه میکرد، او ساختمانش تو کندوچه میساخت. خواه اونا به این خاطر گفتم که در دو چیز انگور نگاه میشه. مردم های قدیم هم انگور نجیب جان در بین کای گندم هم نگاه میکردند. ما که می رفتیم در بعضی خانه ها نگاه میکردند. نجیب جان انگور تا دیگه انگور اتو چیز میکردند، خلطه جور میکردند از دکه. در تاک هم نگاه کرده میتونست. در خود تاک؟ در خود تاک مگر باید خلطه. خلطه به خاطر از میکردند که یکی رو خنک نزنه، دیگه از این پرنده که با دنگور نول بزنه انگور خراب میشه و محافظه میشه. دیگه قسم قسم مردم که با وجود نجیب جان یک چیز بگرمید که اینمی چیز کال برآمده چی میگن؟ من نام رسایی گرفتن میتونم میگرم که ایتو پیش رفته شده دنیا. سردخانه که میوار؟ نه غیر سردخانه، همی دنیا که
پیشرفته شده. مگر ما که فکر میکنم که ما فکر میکنم که مردم قدیمم این پروگرام داشته، اما شکل دیگه، شکل دیگه داشته. بمو اماراتی که مصفیدای قدیم و مردمای قدیم داشت، امروز فکر میکنم همی پروگرام از روی از ما جور شده. چیکو ما انگور میوه را دانه را مثلا برف آل برف تا تا دیگه برف نگاه میکنیم. نجیب جان آل اینمی چیزای نامش تغییر دادن، لیکن نگوانی و نجیب جان بارها گفتیم که ما همه چیز داشتیم و همه چیز داریم. به خدا قسم است که نجیب جان فکر میکنم بعضی چیزایی که جدید یک مملکت کشف میکنه میره، یا در ویدیو یا در تلویزیون که میبینم، همه تو خیال میاد که ما خزی پیشتر داشتیم. باورت میاد نجیب جان؟ باور میاد که ما طفل بودیم در دو قطعه گرده تار منداختیم، تقریبا 50 متر مسافه دور میشیم، به شرطی که متار در یک جای تماس نمی گرفت یا چیز نمی شد، باعث قطع صدا نمی شد. ما از سایکو تلفن ما از قطعه گوگرد گپ می زدیم تفلای ما. حالا شکر خدا می بینی که اگان دختر خانم ما یکان بچه یکا رباب می سازن. رباب میگن چی میگن که نامش غلط نکنم، چقدر موفق هستن، از چیزای ناچیزی از چیز جور میکنن. این نجیب جان اینی ربات ربات اینی گفت نجیب جان بعضی چیزا را کلگی خبر داره، بعضی چیزا را من در میلیسام قسم میکنم یک کمشک میگم با دیگر ها دوستان مثل شما را واره میفهمه، مرا به بزرگواریشان ببخشه که بعضی نامه هسته. اینی نجیب جان دیگه اینا را بیبی که ایرا تو علال میکنی، میده میکنی یا ما به خاطر از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم ایرا با هر کس مسلکش ان شاء الله مسلکی چی هر کس باز از می دو نه نه ما چیز میکنم. واخ 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 وای صدا را سعی کن خیره خیره بون که تو صدا باشه که بفهمن کنگینه یا نیچی. این بیرقم اگه بیرقم میدهش نکنیم نجیب جان کن واق 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 صدای ما را کلگی میشنم دوباره صدا را مخواد. این خیر است، خیر است. این بسم الله الرحمن الرحیم ای بیشک. این نجیب جان اینی را باز مردم های قدیم وقتی که در صندلی قوغه زغال تازه میکدن توسط ازی از بیرون داخل صندلی می آوردن این دست نمی سوزنه. یعنی ما یعنی ایشان قابل استفاده است، قابل استفاده که می گفتیم که تیزه که در کنگینه بیاره کن. ما این را به نام شغارچه می گفتن، با دای قوق آتش تازه می کردیم می بردیم، حتی دوکاندارا دای قوق آتش تازه می کرد دیگه کدام خطر نداره، خودی هم که گرمه خوش آدم هست. این نجیب جان اینی کنگینه اینال بخیر. بعد از پروگرام شما ای را که تمکارای تا نوش جان کنی، مگر ناگفته نمانه اگر گفت آرامون بگیره نجیب جان، ناگفته نمانه که این انگورای که حال فعلا خارجی آن ناششته است یا بخوریم؟ این ششته و ناشته نداره، خاک ما کیمیا است کت خاک بخور. اما نجیب جان که این انگور با انگور که حال میارن از دیگه کشورها بسیار فرق داره، شیرینی از ایره مزه از ایره نداره. اون سه که تو دن تنداخی دن مایی جاو پر شد بودین خوردن، این یکی از خواص میوه افغانستانه. دیگه شیش نمیخورم که دان بینندگان از ما ماو پر نشه، یک تو شیلم جمعی مونو من ایج نمیخورم. نه بخوی عزیز زیادتر بخوی. این نجیب جان بخوی یک تستان میگم که دوستای ما بفهمه که چشم داره نمیبینه، پای داره را گشته نمیتونه. همیگه که باز بعد دیگه هفته باز برای ما این چیز بگه دیگه. این شماره واتساپ اعلان میکنم 0711-99-51-82 جواب چستان آجی صاحب روان بکنی، هر کسی که روان کرد ما هفته دیگه میگیم که چه کنگینه میبتیمش، نامش هم میگریم برش کنگینه میبتیم. یکی دویم دیگه که ضرب المثل قدیم که خربوزه خربوزه را دیده رنگ میگره، امسایه امسایه را دیده فن میگره.
خدا همسایه نیک نصیب کلگی کنه. آمین. اگر همسایه نیک بود حتما خودت هم نیک میشی. قربان تو صاحب، قربان. من مطمئن هستم کمیال جواب چستان تا پیدا کرده بازیا و انشالله نجیب جان یک دوست ما دوباره سلطان محمود و عیاس از ما تلفنی کرد، خواهش کرد بر دوست ما بگیم که انشالله اگر زنده بودیم تا هفته دیگه قصه او را برشان میکنم که اونا از ما خفه نشه. دیگه یک دوست ما که سابق همیجا بود، سلام به تمام افغانستان روان کرده که امیج همکار ما بود، اما متاسفانه که اسمش همیال فراموشم شد، مقصد تخلصش وزیری نام داشت. خیلی تشکر آجی صاحب از خودت همچنا. تشکر از شما، تشکر از دوستای ما. خیلی ممنون. نمیفهم چند دقیقه فرصت داریم، اگر همکارو برام بگویم؟ دو دقیقه فرصت داریم و راستی فراموشم نشه که شماره واتساپ را که اعلان میکنیم شما میتونین که پل ارتباطی من و شما هست. در بامداد خوش اگر شما پیغامی داشته باشین، سوال، پیشنهاد، انتقاد و نظریاتتان همیشه را با ما شریک بسازین. 00937119512 که در اسکرینتان حتما همکارم اگر برنامه‌اش گذاشته باشن میبینین حتما، و اگر در داخل کشور هستین بدون نیاز نیست به کد بیرونی که شما بزنین 00937 میتونین نشته بکنین 00711995182. پل ارتباطی من و شما. راستی جواب چستان آی صاحب میتونین روان بکنیم. نجیب جان دیگه که امروز طوفان که شما در اول پروگرام یاد کردی، این طوفانی است که این بخیر طوفان و شمال باز شکار پیدا شد. شکارات طرف بالا رفته میشه. مردم شمالی بازم بخاطر همی طوفانی که فیلن در سالنگ است، یار دیگه باز در دام میگرم بیچاره اون سور هفته نمیتونه، کاش طوفان میبود میرفتن طرف بالا، در طرف گرمی میرن، در سردی میرن. حالا از مملکت های گرم میرن به طرف ما. آج صاحب در مورد نورها اگه باز فرصت نداریم به خدا وقت پایین رسید خیلی که باشه نورها. خیلی ممنون. کلگی دوستا دیده که هفته دیگه مثل مرغوی مرغوی میسازن، یک از آسمان میبینن. تشکر ایسه چیز میخواد نوره موره میگه. قربانت، تشکر کامدی به برنامه ما. تشکر از شما. خیلی ممنون. داشته های امروز ما که همین قد بود. جمعه خوش، رخصتی خوش تا شنبه که باز هم حضور شما خواهیم بود. همه تان را به خدا میسپاریم. شما هم در دعاهایتان ما را فراموش نکنید. وقت خوب خوش داشته باشید. خدا نگهدار.